بینندگان عزیز سلام، امیر لاهیجی هستم از جاودان تیوی و باز هم مهر آمد، باز هم فصل مهر و مهرورزی و دوست داشتن با مهرگان در خدمت شما بینندگان خوب هستیم. مهرگان دیگر در اورنج کانتی هستیم. همونطور که میدونید در مورد مهرگان حرف ها زیاده، صحبت ها زیاده. دوستانمون همچنان میبینید که مشغول هستن، گروهی که برنامه ریزی کردن کارها رو دارن منیج میکنن، بچه های جاودان تیوی، دوستان جاودان تیوی مشغولن و دارن با هم هماهنگ میکنن که چه کار برای امروز میخوان بکنن و چه جوری گزارش ویژه‌ای برای شما داشته باشن. سلام بکنم خدمت همه بینندگان تلویزیون شما. والا این اولین تجربه من هست در برنامه مهرگان که امیدوارم همه چی به خیلی خوشی بگذره. ما الان برای کار سانچک اومدیم، انشالله بعد از ظهر برنامه داریم و خیلی محیط بسیار خوب و ایرانی ها خوبونم که همه خیلی استقبال کردن از این برنامه و امیدوارم که برنامه خوب داشته باشه. 1 2 check 1 2 چک هستن. حمید خانم مشغول شدیده، خسته نباشی. قربونت برم، مرسی، خیلی ممنون. سعی می‌کنیم ساوند رو درست کنیم، ان شاءالله برنامه خوبی داشته باشیم. 100% همیشه دوستان حرفه‌ای مثل شما که باشن برنامه عالیه. قربونت برم، ممنون. من یه مقدار دوست دارم که برای برنامه‌ام بیام خودم، برای ساوند چک، برای کارا و پریپر کردن همه چی دوست دارم که خودم حضور داشته باشم. واسه همین زود اومدم. به اصلی بسازد پنجره هاشا بیناشه من باشم و تو باشی و یک شب مهتا بیناشه میخوام یک کاری بکنم شاید بگی دوستم داری میخوام یه حرفی بزنم که دیگه تنها نزداری شب میخوام با خودت رو فقط مرا دعا کنم برای خوشبخت شدنت خدا 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 سلام به همه اون بینندگان عزیز. علت این که اولا نمیدیدن مرا، نمیشناختن زیاد، شاید صدام رو ولی خودم رو نمیشناختن، این بود که خب فعالیت نمیکردم اونجوری که باید در تلویزیون ها و رادیو و اینها. اون هم دلایل شخصی خودم رو داشت، ولی به هر حال بعد از یه چند سال، شاید 5-6 سال کناره گیری، فکر کردم که برگردم دوباره باشم با مردمم، برای اینکه الان احساس میکنم اون چی که حرف زیاد دارم میخوام با مردم تقسیم کنم. برای امروز که جشن مهرگان هست، ما برنامه‌ریزی نشده بود کار ما. 10 روز قبل قرار شد که ما بیایم اینجا که حالا میبینین که هوای گرمم هست و آفتاب و حتی مردم نمیتونن بیان بشینن توی روی صندلیا. ولی آنچه که ما داریم اینجا به عشق شماها، اول از همه سامان جان، شما، ایشون، واقعا بودن من افتخاری که میگم، عشق من شماها این. اگه شماها نبودین من الان اینجا وای نستاده بودن. این یه واقعیتی، تعارفم نیست، چاپلوسی هم نیستش واقعا. آره، عاشق کار شما هستم. قربونتون برم. چشام هم میتونین ببینین، چون دروغو میشه خون توی چشام. در صورت قربونتون برم. اینه که بچه ایران مخصوصا وقتی برای من ایمیل میزنن و با من صحبت میکنن، حتی روی، یعنی تمام انرژی رو اونا به من واقعا میدن. بیشتر منو تو ایران میشناسن یا توی اروپا تا خود این تهران جلسه خودمون، کمتر اینجا باشه. ولی حالا اومدم خودم رو به دوستان اینجا هم معرفی کنم و با امید اینترنت شاید بتونیم همیشه با همه جای دنیا و ایرانیای عزیزمون در ارتباط باشیم. به امید خدا انشالله که بتونیم اولین مصاحبه اینترنتی رو برای تلویزیون اینترنتی جاودان و هم روی ساتلایت با ایشون با یک برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم، چون من خودم رو به هنر ایشون مدیون میدونم و باید وظیفه خودم رو عطا بکنم و انجام بدم. چشمای قشنگ تو سینه می‌لرزه، گل تو گلدونم
شوق بوسه از لب گرم و گل رنگ تو که دنیا میگرزه خورشید تو بنام ترانه رو من برای تو میخونم تا من برای تو نازنین میمونم هر لحظه رو با تو غنیمت میدونم رقص مهتاب تو با تو دیدن در خدمت جناب ستار هستیم و افتخار میکنیم که امروز رو با حضور خودشون مزین کردن. جناب ستار، پیامتون برای روز مهرگان؟ اولا سلام میکنم خدمت همه بینندگان تلویزیون جاودان تیوی. تنها پیامی که برای همه هموطنان دارم اینه که سعی کنیم همه این جشن‌ها رو قدر بدونیم و براش احترام قائل بشیم و بگیرین و به نحو احسن بگین. و دومین پیام اینه که یه کمی همتون عزیز از خودگذشتگی بکنی، اینقدر این پولاتون رو نگه ندارین، خرج بکنین برای کارهای عام المنفعه. این تنها چیزی که دارم بهتون بگم. میدونم شما در زمینه‌های مختلف عام المنفعه که مثال زدین فعال هستین، در جاهای مختلفی که چه از حمایت از بیماران سرطانی گرفته تا جاهای مختلف، اگر جایی هستش که خودتون به هر حال نیتتون این است، دوست دارید که همونطور که خودتون توش اکتیو هستین مردم هم اکتیو باشن، فعال باشن، خیلی خوشحال میشیم که ما رو در جریان بذارید. ما یک بنیادی داریم به اسم بنیاد کودک که پرنس یاسمین و نازی افتخاری اینا عضو اصلیش هستن، خود شهبانو هم عضویت افتخاری می چیز دارن و ما بچه هایی که مریض هستن از ایران وقتی انتخاب می کنیم همه هزینه های اون بچه از هواپیماش، حالا اگر بچه کوچیکه مادرش یا پدرش کسی که باهاش میاد، تمام هزینهش اینجا، تمام هزینه عملش از یه عمل دو عمل هر چند تا عمل داشته باشه تا زمانی که این بچه سلامت بشه و برگرده به ایران همه هزینه پای این مؤسسه هستش. و واقعا هم تشکر از تمام کسایی که زحمت میکشن و این مؤسسه رو سر پا نگه داشتن که بتونیم به هموطنای ما، بچه‌هایی که واقعا در صورت اینجوری به دنیا اومدن و هیچ تقصیری هم ندارن، کمک بتونیم بکنیم.